الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ایزان بیننده، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با برنامه پالایش در خدمت شما ایزان بیننده هستم و از الله متعال و ذوالجلال و الاکرام برای همتون سربلندی و سعادتمندی دنیا و آخرت را خواهان و خواست دارم. اما راه های تقویت ایمان ایزان بیننده، ما به اینجا رسیدیم که یکی از این راه‌ها کثرت انجام کار خیر و اعمال صالح، اینکه انسان مؤمن از هر فرصتی برای انجام کار خیر و اعمال نیکو و عمل صالح استفاده می‌کنه که این خودش باعث تقویت و رشد ایمان انسان میشه، که البته در رأس اون به جا آوردن فرایضه، فرایض در اولویت و دوری از نواهی از محرمات، این در اولویت هست. و بعد از اون انسان انواع خیرات و کارهای خیر و میادین خیری که وجود داره دیگه مؤمن غنیمت میشوره، اونا رو انجام میده. و این گونه در حقیقت با انجام خیرات مختلف، کارهای صالح مختلف، ایمان انسان رشد میکنه و ایمان انسان مؤمن و مسلمان تقویت میشه. که در واقع بگیم اصلا اگه به برنامه روزانه مؤمن بگیم نگاه بکنیم، این که انسان مؤمن اصلا در روز چه کار میکنه، که ما اشاره کردیم در برنامه پیش ایزان بیننده، این که زیبنده مؤمنه که شب زود هنگام بخوابه، یعنی این اصل باشه در زندگی انسان دیگه. حالا اگه عذری پیش اومد یا موانعی پیش اومد که نتونست، اون قضیه جداگونه هست، اما اصل باید بر این باشه، برای اینکه انسان بعدن به نماز صبح راحت‌تر میتونه بلند بشه، با نشاط‌تر هست. و در واقع اگه کسی الله بهش توفیق بده قبل از اون بیدار بشه برای نماز شب، که فبه المراد و المنه، این توفیق الهی و فضل الهی. پس زود خوابیدن شب در حقیقت، و اینکه انسان در وقت خوابیدن از کار زمانی که میخواد بخوابه، از کار زمان خوابو بگه، با گفتن اونها، با خوندن آیت الکرسی که در حقیقت یکی از محافظهای انسان مؤمن و مسلمانه، اما تو که در حدیث نبوی ما داریم کسی آیت الکرسی رو بخونه تا صبح مورد محافظت قرار میگیره، یعنی الله متعال براش بادیگارد قرار میده از ملائکه برای اینکه ازش محافظت بکنن. و از کار متفاوتی ایزان بیننده که در هنگام در حقیقت خواب وجود داره، انسان بخونه و ذکر و یاد الهی بخوابه، این که الیاذ بالله طرف میاد با ترانه و موسیقی و اینها خودش رو به خواب میبره، یا وقت خواب خودش رو محروم میکنه از اینکه با ذکر و یاد الله به خواب بره، چرا که نوم و اخو الموت، خواب برادر مرگ، شما نمیتونی تضمین بکنی که خوابیدی دیگه بیدار میشی، بس چه بهتر که انسان با ذکر و یاد الهی به خواب. بیدار شدن برای نماز شب اگر الله کسی توفیق داد به کسی، و برای نماز صبح که فرض ایزان بیننده، این که انسان برای نماز صبح بیدار بشه، همونطور که در حدیث نبوی ما داریم سنگین ترین نماز برای منافقین نماز صبح و نماز عشاء هست، و اجر و فضیلتی که برای این برای بیویشه نماز صبح در احادیث ذکر شده، و این که اگه انسان اجر و ثوابش رو بدونه اگه شده سینه خیز میاد، و حتی تو نماز صبح اینو ملاحظه کنیم ازان بیننده، دو رکعت نماز قبلیه نماز صبح این سنت، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید خیر من الدنیا و ما فیها، دو رکعت راتبه یا سنتی که شما قبل از نماز صبح میخونی، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید از دنیا و ما فیها بالاتره، فقط دو رکعت راتبش سنتش.
از هر اون چی که در دنیا از مال و اموال و تجارت و حسابهای بانکی و زرق و برق و هر چه چیز قیمتی تو دنیا باشه، این دو رکعت از اون ارزشش بالاتر رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند. خب ما اینو تصور بکنیم، زمانی که دو رکعت راتبه قبل از نماز فرض صبح این ارزش و این فضیلت و این اجر رو داره، خود نماز صبح اجرش چقدره؟ دو رکعت فرض نماز صبح چه اجر و فضیلتی داره؟ در حدیث نبوی داریم که من صلى الصبح في الجماعه فهو في ذمه الله، اونی که نماز صبح در جماعت بخونه در ذمت اللهه، الله متکفل اون میشه، الله از اون محافظت میکنه، الله یار و یاورشه در فعالیتاش، در کاراش، در امور دنیاش. این برنامه روزانه زندگی مؤمن انسان بیننده. بعد انسان نماز در واقع زود رفتن به مسجد، تکرار کردن الفاظ اذان همراه با مؤذن، به مسجد که انسان میره با پای راست بره داخل، دعای ورود به مسجد رو میخونه، اللهم افتح لی ابواب رحمتك، بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اللهم افتح لی ابواب رحمتك، با پای راست میره داخل، چرا که مسجد محل نزول رحمت الهیه، پس از الله میخواد که دروازه های رحمتش رو بروش باز بکنه و میره در واقع اون نمازهای راتبه‌ای که هست رو میخونه، به تحیت المسجد با تحیت المسجد شروع میکنه اگه وقتاً اذان نشده دیگه. این در واقع زمان میان اذان تا اقامه رو غنیمت میشموره، تلاوت میکنه، ذکر و یاد الهی، دعا، و قبلش و با خوندن راتبه ها، نمازهای راتبه و نمازهای سنت قبلیه و در واقع قبل از نماز، قبل از اقامه، چون اینها همش مقدمات برای آماده شدن انسان برای ادای نماز فرض، برای ادای نماز جماعت. تا انسان با آمادگی ذهنی و آمادگی در واقع روحی روانی بره در پیشگاه الله وایسته، بعد از اون دیگه انسان که نماز رو خون عجله نکنه برای بیرون رفتن از مسجد. چه چیزی مهمه یعنی که انسان از ذکر و یاد الهی، ولی ذکر الله اکبر، الله متعال میفرمان، انسان بشینه بعد از نماز فرض از کاری که بعد از نماز فرض است و بگه 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر، آیت الکرسی و از کار دیگه ای که در احادیث اونها اشاره شده. انسان بعد از نماز میگه اونها رو. عجله برای بیرون رفتن از مسجد، مگه چه کار مهمی انسان داره؟ و هر اون چی هم که تو اونو مهم میبینی، انسان اونو مهم میبینه، حل اون گره ها، اون مشکلات، اون توفیقات، اون تجارتی که تو دغدغه اونو داری، اون کاری که تو دغدغه‌ش رو داری، اون مشکلی که دغدغه‌ش رو داری حل بشه، حلش رو دست کیه؟ زن بیننده. اون اللهه، الله، اللهه که حلال مشکلات، اللهه که رزق و روزی میده، اللهه که توفیق به انسان میده برای حرکت، برای فعالیت، برای رزق و روزی، برای پیشرفت در هر زمینه ای. ما به توفیق الله نیاز داریم، به کمک و یاری الله نیاز داریم. پس وقتی که الله اینها رو برای ما انجام میده، دیگه ما چه دغدغه‌ای داشته باشیم؟ چطور ما از ذکر و یاد الله فرار میکنیم؟ دیگه اگه رواتب بعد از نماز باشن، انسان میخونه اونها رو و بعد میره دنبال کار و فعالیت یا در واقع هر شغلی که داره. پس فرائض در حقیقت در اولویت و به ویژه نماز، چرا که اولین چیزی در روز قیامت انسان از اون مورد حساب و کتاب قرار میگیره، یعنی از انسان سوال میشه. اگه نماز تایید شد، اگه انسان در نماز نمره قبولی رو گرفت، دیگه سراغ بقیه پرونده انسان میره.
امر دیگه ازان بیننده و مهمی که در عبادت ها و اعمال صالح و نیکی ها به انواع آن فرائض در رأس، دوری از محرمات و دوری از محرمات و گناهان کبیره، بعد از اون انواع نوافل و نیکی ها و کارهای خیری که در کتاب الله، در سنت نبوی ما به اون تشویق شدیم انسان انجام میده، هرچی براش مؤثر شد و تلاش میکنه برای انجام بیشتر اونها، برای در حقیقت شتاب کردن در انجام خیر انسان بیننده، تعلل نمیکنه، هر جا فرصت خیر برای انسان به وجود اومد میره به طرف این، دست اون دست نمیکنه. استمرار و مداومت در انجام کارهای خیر و اعمال صالح بسیار مهم. این که انسان اگه یک کار نیکی رو شروع کرد، یک کار خیری رو شروع کرد، مستمر باشه در، نه اینکه در حقیقت حالا امکان داره انسان توی مجلسی بره یک صحبت خوبی بشنوه، حرف یک عالمی رو بشنوه، یک سخنرانی جذابی مثلا گوش میده، یا در حقیقت حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میخونه، حالا به هر عنوانی تشویق میشه به انجام یک کار خیر. و این که من دیگه یا مثلا یه جایی میشنوه که فضیلت نماز شب چقدره، دیگه من دیگه از امشب تصمیم میگیرم نماز شب رو همیشه بیدار بشم. این حالا بیدار چه بسا طرف بیدار بشه بعد 11 رکعت شب اول بخونه، طولانی هم بخونه، بعد شبهای دیگه ترکش کنه، یا اینکه علی عزب الله به نماز صبح خواب بمونه، دیگه اون فرضه، فرض که بالاتر از سنت. از استمرار و مداومت ازانه بیننده، اینکه انسان کم کم شروع بکنه، اگه میتونه واقعا حالا طولانی هم بخونه اشکالی نداره، بخواد شروع بکنه، اما مداومت خیلی مهمه. و کسی که عادت نکرده، برای که عادت بکنه ذره ذره اندک اندک شروع میکنه. با 2 رکعت هم شما شروع بکنی خودش کلی هست، اجر داره. و اندک اندک انسان عادت که میکنه به یک کار خیر، دیگه میتونه در حقیقت طولانی تر کنه اون وقتشو، آیات بیشتری بخونه، قیامشو طولانی تر کنه، سجده هاشو طولانی تر بکنه، در سجده دعا بکنه برا خودش به زبان عربی، دعاهای نبوی که هستن، دعاهای مسئولی که هست، در احادیث اومده دعاهای قرآنی، اون چه که خیر و دنیا و آخرت خودش رو از الله بخواد. یا کسی برنامه تلاوت قرآن داره، خود روزانه کتاب الله را تلاوت بکنه، حالا میخواد تازه شروع بکنه یا اینکه عادت نداره از قبل و میخواد تازه شروع بکنه، میتونه مثلا از 1 صفحه، 2 صفحه، 3 صفحه شروع بکنه تا زمانی که کم کم انسان به اون کار خیر عادت میکنه. دیگه الله بهش توفیق بده نصف جزء در روز بخونه، 1 جزء بخونه، 2 جزء بخونه، دیگه اون توفیق الهیه. و در حقیقت نیت و همت خود انسان هست. پس مداومت ایزان بیننده بسیار مهمه، تداوم در کار خیر. اگه شما انفاق میکنی در راه الله، صدقه میدی، این که انسان تداوم داشته باشه در این صدقه. یه وقتی داری، الله متعال مال و ثروت بهت داده، تو دستت هست، صدقه میکنی، و زمانی که حالا در مضیقه افتادی، در تنگنا افتادی، دستت تنگ شد، خب لازم نیست به همون مقداری که در زمانی که شما داشتی صدقه میدادی الان بدی، نه، الان دستت تنگ هست، کمتر داری، همون اندازه صدقه بده.
مهم اینه که شما در کار خیر خودت استمرار داشته باشی. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله فکر کنم به ابن عباس بود رضی الله تعالی عنه یا ابن عمر شنید که نماز شب رو میخونده بعد یه مدت ترکش کرده و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود چه خوب می بود که مداومت می داشت در نماز شبش. اون صحابی زمانی که سخن رسول الله صلی الله علیه و آله شنید میگفت دیگه من دیگه نماز شب رو ترک نکرده اصلا. از کار صبحگاه، از کار شامگاه انسان مداومت بر اونها داشته باشه. حتی مثلا اگه شما صبح حالا به یک عذری برات پیش اومد که نتونستی ما بین مثلا بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب از کار صبحگاه رو بخونی، خب بعد از اون بخون. تا قبل از ظهر، تا قبل از اذان ظهر بخون اونها رو. یا از کار شامگاه همچنین از کار عصر. یا حتی در احادیث نبوی داریم میزان بیننده که رسول الله صلی الله علیه و آله زمانی که نماز شب و حتی نمیتونست بخونه در روز قضاش میکرد، روزها میخونه رسول الله صلی الله علیه و آله. و این برای این میزان بیننده که انسان کار خیر ازش در حقیقت فوت نشه، اینکه استمرار داشته باشه و این بسیار مهمه. همانطور که در حدیث نبوی ما داریم در مورد نوافل و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب، ما یزال استمرار رو میرسونه، در نوافل مستمر میشه تا جایی که محبوب الله میشه. و الله در می فرماید در حدیث قدسی که ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی. یعنی بنده ام با چیزی بمانند، یعنی چیزی مانند فرایض نمیتونه بنده رو محبوب من بکنه. اول در درجه اول فرایض، اما تداوم در نوافل باعث میشه که انسان جزء در واقع اولیاء الله قرار بگیره، اولیایی که الله متعال از اونها، یعنی از مقربان درگاه الهی، کسی که استمرار بر نوافل داشته باشه، تحت هیچ شرایطی ترکش نکنه. آقا تلاوت قرآن تا که صبح فوت شد نتونستی بخونی، هر وقت در طول روز هر وقت وقت کردی وقت و غنیمت بشمار، این ورد روزانه قرآن من نباید ترکش بکنم. اگه صبح نشد از صبح تا ظهر میخونمش، تلاوت میکنم. اگه از صبح تا ظهر نشد، از بین ظهر تا عصر نشد، بین ظهر بین عصر تا مغرب نشد، بعد از مغرب. به هر حال این کار خیری که شما انجام میدی، این عبادتی که انجام میدی در حقیقت قطع نشه. عادت کردن به استمرار در اعمال خیر انسان میده، هر کار خیری که انسان انجام میده. و در حدیث نبوی ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید تابع الحج و العمره، حج و عمره رو پشت سر هم انجام، یعنی متابعت داشته باشید، مداومت داشته باشید. اگه انسان استطاعت داره و براش در واقع فراهم هست میتونه، چقدر خوبه که انسان در واقع سالی یک بار مثلا به عمره بره، اگه میتونه بیشتر که توفیق الهیه، خوشا به حالش. یا حج بیت الله الحرام، پس مداومت اونطور که در حدیث نبوی ما داریم از بیننده از رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیده شد که وقد سئل النبی صلی الله علیه و سلم ای الاعمال احب الی الله، چه کاری محبوب تره و دوست داشتنی تره نزد الله متعال؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود ادومها و این قل، با دوام ترین آن، گرچه کم هم باشه، از نظر کمیت کم باشه، شما دو رکعت در شب بلند بشی بخونی و مداوم باشه، هر شب بلند شی بخونی، بهتر از اینه که یه شب بلند شی 20 رکعت بخونی
یک هفته یک ماه ترکش بکنی یا اصلا دیگه بلند نشی. یا کسی توی یک مجلس ایمانی، مجلس اهل علمی، انسان فاضلی نشسته مثلا در مورد اجر و ثواب تلاوت قرآن میشنوه، خب اونجا تشویق میشه، احساساتی میشه، دیگه من تلاوت قرآن رو ترک نمیکنم، از همین امروز شروع میکنم 4-5 جز میخونم، شروع بکنه بخونه، بعد روزای دیگه ولش کن. به قول سعدی میگه، سعدی شیرازی، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. این در واقع با ارزش نیست که انسان یه وقت گازش رو بگیره بعد دیگه خسته بشه همه چی رو ول بکنه، اما بهتر اینه که انسان آهسته آهسته بره، اما همیشه بره در اعمال خیر، در عبادات، در کارهای خیر، در کارهای نیک، در دروازه ها و باب های خیری که وجود داره انسان تداوم و مداومت داشته باشه، این ارزش داره. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله چی میفرماید در قرآن کریم از زنی بیننده؟ وعبود ربک حتی یعتی کل یقین، الله رو عبادت بکن تا زمانی که مرگ به سراغت میاد. عبادت زمان مشخصی نداره، ما اومدیم که بنده الله باشیم، ما اومدیم الله عبودیت بکنیم، دیگه این بستگی به شرایط و زمان خاصی نداره، نه، انسان همیشه در هر حال باید الله عبادت بکنه، چرا که ما برای این خلق شدیم اصلا. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنی ها و انسان ها خلق نشدن مگر برای عبادت، وظیفه اصلی ما عبادت، پس انسان در این باید مداوم باشه و نتیجه گرفتن انسان از آن بیننده و رشد ایمانی انسان هم در همین تداوم هست. این که انسان تداوم داشته باشه، شما تصورش رو بکن، کسی که روزانه قرآن رو تلاوت میکنه چطور به برکت تلاوت قرآن، با نوری که این قرآن داره، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، شفای تمام درد هاست، رحمت نور هست، مبارک هست، الله متعال در قرآن اشاره میکنه، خب شما از این نورش برخوردار میشی، از برکتش برخوردار میشی، از هدایت قرآن برخوردار میشی، از رحمتی که الله متعال در قرآن و انواع امتیازات و انواع فضائل و انواع رحمات و انواع الطافی که الله متعال در کتاب الله گذاشته انسان بیننده، انسان برخوردار میشه از اون به شرط استمرار. در نماز جماعت، شرکت در نماز جماعت، انسان مستمر باشه، اینکه حالا یه وقتی کیفش کشید، حس شداش به کل معروف بلند بشه، میریم حالا نمازی تو مسجد میخونیم، یا دید مهمون اومده خونهش، مهمون هم اهل دین و اینها، حالا بریم که نگن نماز نمیخون، نمازش رو تو خونه میخون، یا یه نماز دو نماز حالا به زور خودش رو فشار بیاره به خودش که برم به مسجد، نه انسان بینده، انسان این تلاش و این سعی رو بکنه که نمازهای پنجگانه را با جماعت در مسجد بخونه، از اجر و فضیلت نماز جماعت برخوردار بشه و فضائل و رحماتی که در مسجد اصلا نازل میشه، محل نزول رحمت الهی هست، ملائکه الهی اونجا میان با آمین شما آمین میگن، ملائکه شما رو در بر میگیرن، شما رو احاطه میکنن، برای دعای مغفرت میکنن، برای دعای رحمت میکنن. پس استمرار در کار خیر، همونطور که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شده، اذن بیننده، که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا عمل عملا
اثبته. رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که در کاری رو انجام میداد در اون ثابت قدم بود، در اون مستمر رو مداوم بود. اما از اموری دیگر عزیزان بیننده، پس مداومت بسیار مهمه در کار خیر و در اعمال صالح، برای اینکه انسان نتیجهش رو ببینه، برای اینکه در واقع برای رشد و تقویت ایمانی انسان مفید باشه. عزیزان بیننده، مهم اینه که انسان تداوم در کار خیر داشته باشه، تداوم در طاعت ها داشته باشه، تداوم در عبادت ها داشته باشه، نه اینکه یه روزی چیزی رو انجام بده یک مدت طولانی ترکش بکن. به قول سعدی، گه تند و گهی خسته روند. چرا که با رشد ایمان ایزان بیننده دیگه، یعنی امر بعدی، یعنی مورد بعدی که ما میخوام بهش اشاره بکنیم ایزان بیننده، تلاش و کوشش در عبادت، این که انسان سختی های عبادت را به جان بخره. چرا که یکی از انواع صبر، صبر بر طاعت هست، صبر بر طاعت، که این صبر بالاتری نوع صبر ایزان بیننده. چرا که صبر بر مصیبت ها دست شما نیست، شما مجبوری. اگه یک مصیبتی به شما میرسه، یک بلایی میاد، یک سختی تو زندگی میاد، دست خودت نیست. در واقع مؤمن چاره ای جز صبر نمیبینه و میدونه در این صبرم اجر و پاداش دارم، من رفع درجات برام در روز قیامت، و الله میخواد آزمایشم بکنه، امتحانم بکنه، منو محک بزنه. زندگی اصلا زندگی دنیا میدان آزمایش و امتحانه برای انسان مؤمن. همونطور که ما با خوشی ها آزمایش میشیم، با فقدان ها هم آزمایش میشیم. همونطور که با نعمت ها آزمایش میشیم، با از دست دادن نعمت ها هم مورد امتحان قرار میگیریم. پس سعی و یعنی در حقیقت این که انسان سختی های عبادت ها رو اگه هست به جان بخره، و این سختی ها عزیزان بیننده با به مرور زمان که انسان تداوم در خیر داشته باشه و عادت میکنه به انجام خیرات، به انجام عبادتها، نوافل، کارهای خیر، انفاق در راه الله، اخلاقیات خوب، کارها و فضایل و ارزشهایی که دین ما رو به اون فراخونده، اوامر، انجام اوامر، دوری کردن از نواهی، دیگه باور بکنید برای انسان آسون میشه دیگه. الله برای انسان آسون میکنه دیگه، توفیق الهی میاد برای انسان دیگه. نماز خوندنی که شاید در اول خشوع در نماز، این که انسان با حواس جمع نماز رو بخونه، این که زمانی که وارد نماز میشه عظمت الله تو ذهنش باشه، قیامت تو ذهنش بیاد، قبر تو ذهنش بیاد، این در حقیقت به زمانی که انسان ثبات قدم در واقع پیدا میکنه، استقامت به خرج میده، در راه عبودیت صبر میکنه، تحمل به خرج میده، دیگه کم کم قلب انسان صیقل داده میشه به مرور زمان، ایمان که رشد میکنه، انسان به مرحله‌ای از رشد ایمانی میرسه زن میرنده که دیگه انجام عبادات و کارهای خیر براش حاصل میشه، دیگه اصلا لذت و خوشی داره براش. همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله در نماز به بلال چی میگه انسان بیننده؟ ارحنا بها یا بلال، میگه با اذان دادن ما رو یعنی راحتی خودش رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز میبینه، در عبادت میبینه. صحابه کرام انسان بیننده، صحابی میخوان تیر رو از پاش در بیارن از بس زخمش عمیقه و درد داره، در حالت عادی نمیتونه. میگه زمانی که به نماز وایستادم یه تیر از پای من در میاد، اون وقت که دیگه بیهوشی نبوده. خب علم پزشکی به پیشرفت امروز رو نداشته.
میگه زمانی که به نماز وایستادم بیای تیر پس پام در بیاری، چون تو نماز دیگه احساس نمی کنم چیزی رو. خب این یک شبه دو شبه به دست نمیاد. این مراحل ایمانی انسان بیننده، یعنی به قول یکی از سلف میگه من 20 سال یا چندین سال بعد بر نماز صبر کردم و 20 سال بعد در انجام نماز در واقع لذت اونو احساس کردم. انسان یه مدت مقاومت میکنه تا عادت میکنه به عبادات، تا قلب انسان صیقل داده میشه از گناهان، از کوتاهی ها، از سهل انگاری ها، دیگه در حقیقت لذت عبادت میاد، دیگه نمازتو نمیتونی ترک بکنی، دیگه اصلا مسجدو نمیتونی ترک بکنی، برات خیلی مشکله. مسجد دیگه برات میشه مثل ماهی که نمیتونه دریا رو ترک بکنه، نمیتونی نماز جماعت رو اصلا نمیتونی ترک بکنی، به هر قیمتی که شده باید خودتو برسونی به نماز جماعت، به هر قیمتی که شده باید تلاوت روزانه تو انجام بدی، قرآن تو بخون، به هر قیمتی که شده باید نماز ظهرمو بخونم، به هر قیمتی که شده باید اذکار صبحگاه و شامگاهمو بخونم. شبها که میخوای بخوابی اذکارتو ترک نمیکنی، صدقه رو ترک نمیکنی، عادت کردی بهش. اخلاق خوب، خوش اخلاقی با مؤمنان، اینکه با تبسم با برادر مسلمان برخورد بکنی، اینکه خیرخواه دیگران باشی، اینکه برای انجام برای خیر رسانی به دیگران تلاش بکنی، اینا رو دیگه برات آسون میشه. ایمان که تقویت میشه و اینکه انسان کاری رو برای رضای الله انجام میده، دیگه برات لذت خاصی داره اصلا. اون حیات طیبه‌ای که الله متعال و اهل ایمان میده انسان بیننده. و مؤمن میدونه زمانی که حتی با سختی‌های عبادت‌ها هم دست و پنجه نرمی کنه انسان بیننده، زمانی که انسان نماز صبح بلند میشه، از خواب راحت میزنه، زیر کولر خوابیده، پتو روی خودش داده تو رخت خواب چرب و نرم، مؤذن اذان میده، به خودش فشار میاره و بلند میشه، ندای مؤذن داره، منادی الله داره، منو فرا میخونه، از صلاة خیر من النوم، نماز از خواب بهتره، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، بشه تا به نماز، بشه تا به رستگاری، رستگاری تو اینه، خوشبختی و سعادتمندی تو در بندگی الله، در عبودیت، در اینکه بیای سجده بکنی به الله، در اینکه بیای تعظیم بکنی الله و رکوع بکنی، در مقابل الله تعظیم بکنی، ذکر و یاد الله رو بگی، رستگاری تو در اینه، فلاح تو در اینه، بلند میشه انسان بیننده. با اینکه شاید هوای نفس، شیطان در واقع انسانو فرا بخونه که حالا هنوز وقت هست، بخواب یکم دیگه بخواب، هنوز تا اقامه کوش وقت هست، اما باز هم پا روی هوای نفسش میذاره، بر شیطان غلبه میکنه، بر هوای نفس خودش غلبه میکنه، بلند میشه. و اون وقت اونگونی که در حدیث نبوی داریم، گره های شیطان رو باز میکنه. در انجام همه نیکی‌ها انسان بیننده، اونطور که از امام احمد رحمه الله بیان شده، انسان بیننده ذکر شده، فردی میاد و شخصی از امام احمد این سوالو میپرسه، فقال یا ابو عبد الله قصدت تو کم خراسان، از شخصی از خراسان، از سرزمین خراسان میاد پیش امام احمد و میگه که میخوام سوالی ازت بپرسم. فقال له سل، امام احمد رحمه الله بهش میگه سوال بکن، چی میخوای بگی، چه سوالی از من داری، این همه راه اومدی. قال متى يجد العبد طعم الراحه،
کی بنده مزه راحتی واقعی و آسایش واقعی رو میچشه؟ و ببینیم امام احمد چه جوابی میده ایزان بیننده. متا یجد العبد طعم الراحه، چرا که در دنیا راحتی واقعی وجود نداره. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسانو در سختی خلق کرد. شما بهترین زندگی رو هم داشته باشی در دنیا با بهترین امکانات با بالاترین درجه رفاه دنیوی، بازم دغدغه های خودتو داری. همون تاجر و میلیونر هم دغدغه های خودشو داره، ذهنش مشغوله، شکم برگ نخوره، نمیدونم فلان جا بازار افت کرده، جایی تجارتش دچار مشکل میشه، با بچه هاش درگیره، مشکلات دیگه میبینی، بیماری داره، بیماری قند داره، فشار خون داره، کلسترول داره. از دنیا جایی نیست که انسان به تمام خواسته هاش بتونه در، یعنی خوشی و لذت واقعی رو بتونه بهش برسه. خوشبختی 100%، همه چی باب طب انسان باشه، نه اینگونه نیست. همه انسان ها دغدغه های خودشون رو دارن. اونی که پایین نشسته فکر میکنه، اونی که بالا نشسته و مسئوله و حکومته و نمیدونم قدرتی داره، دیگه همه چیز راحت داره زندگی میکنه، در حالی که اون دغدغه های خودشو داره، چه مثلا خواب راحت نداره اصلا. همه به گونه ای در حقیقت دغدغه های خودشونو دارن. امام احمد چه جواب میده ایزان بیننده؟ امام اهل سنت فرماید که این اول قدم یضعها فی الجنه، راحتی، چون ازش سوال میکنه راحتی واقعی کی میاد سراغ ما، امام احمد میفرماید با اولین قدمی که انسان توی بهشت میذاره. پاتو گذاشتی توی بهشت تمام شد. بهشت دیگه محل خوشی واقعی، اونجا لذت های توی بهش دیگه ناراحتی و دغدغه به هیچ وجه وجود نداره. فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، اصلا به ذهن کسی خطور نکرده. لهم فیها ما یشاؤون، هر چه بخوای اونجا، هر انواع لذت ها و خوشی ها. پایین ترین درجه بهشتی، اونی که پایین ترین درجه رو داره راضی هست دیگه، اون تصور میکنه از من بالاتر دیگه کسی نیست. از رحمت و لطف الهی این ایزان بیننده، از فضل و کرم الله که همه رو اونجا راضی نگه میداره. حتی اونی که پایین ترین درجه رو داره فکر میکنه از من دیگه کسی بالاتر نیست، در حالی که بهش درجاته. بهش درجه درجه هست، هر درجه اون، هر چی درجه بالاتر باشه، لذت ها، خوشی ها، نعمت هایی که در اون وجود داره بالاتر هست. و برای اینه که الله در حدیث نبوی هم داریم از زنه بیننده که حفت الجنت و بالمکاره، بهشت با سختی ها پوشیده شده. البته سختی هایی که برای مؤمن شیرین، از زنه بیننده همین سختی ها هم برای انسان مؤمن زمانی که استقامت میکنه، زمانی که مداومت در واقع استمرار داره بر عبودیت الله متعال، بر انجام کار خیر، و در نتیجه رشد ایمانی که پیدا میکنه و ایمانش تقویت میشه، دیگه به مرحله میرسه که اصلا سختی ها برای شیرینه. سختی عبادت رو اصلا احساس نمیکنه. زندگی سلف زن بیننده تو نماز اینقدر طولانی وای میستادن، سجده های طولانی، قیام های طولانی، تلاوت های قرآنشون، طرف بود در 3 روز یک ختم قرآن میخوند. به نماز قیام میستادند، در انجام انواع عبادت های زن بیننده
چون در واقع در نتیجه تقوایی که داشتن و رشد و تقویت ایمانی که داشتن عبادت براشون لذت و شیرینی بود. بهترین و لذیذترین و شیرینترین زمان زندگیشون وقتی بود که با عبادت میستادن، به نماز میستادن. به قول بعضیاشون اصلا نمیخوام، یعنی نمیخواستیم شب به پایان برسه و نماز شب ما تمام بشه یا تلاوت قرآنشون تمام بشه یا نماز تمام بشه. والله متعالی میفرماده ای زن بیننده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که در راه ما کوشش میکنن، تلاش به خرج میدن در راه عبودیت، در راه خیر، الله میفرماید لنهدینهم سبلنا، ما اونا رو به راه های خودمون هدایت میدیم. لنهدینهم سبلنا، و چیز عجیب تو این آیه اینه زن بیننده که الله نفرموده لنهدینهم الى سبلنا، به سوی راه های، نه، لنهدینهم سبلنا یعنی هدایت در راه، هدایت توفیق، این بهش میگه اهل علم. شما در سوره حمدم داریم اهدنا الصراط المستقیم، نفرموده الله متعال که اهدنا الى الصراط المستقیم، نه، ما را به سوی راه را، اهدنا الصراط المستقیم، چون ما هدایت به راه داریم و هدایت در راه داریم. یعنی اینکه شما حق رو پیدا کنی، راه درست رو پیدا کنی، و یکی اینکه شما راه درست رو پیدا کردی اما موندن در راه، ماندن و استقامت و ثبات در راه و عمل به اون علمی که شما پیدا کردی، این خیلی مهمه. این خودش یه توفیق دیگه هست. این که شما در راه بمونی، استقامت بکنی بر عبادت، بر بندگی الله. برای همینی که الله متعال میفرماد واتقوا الله و یعلمکم الله، یا در گفتار ما سلف ما داریم هر که به اون چه که میدونه عمل بکنه، الله علم اون چرا که نمیدونه بهش میده، برکت میاره. از اون بیننده ما زندگی سلف نگاه کنیم، از اون شاید خیلی ها بودن که در درجه علمی مثلا از امام بخاری بالاتر بودن، از امام نووی بالاتر بودن. چرا برخی از علما کتابهایشون، علمشون بر جا مونده تا الان؟ مثلا کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله، خیلی شاید کتابهای دیگه در این زمینه نوشته شده، اما کتاب ریاض الصالحین امام نووی بر جا میمونه. خب این یک رازی وجود داره، اون تقوا، اون للهیت و اون خشیت و اون در واقع عبودیتی که در وجود اینها بوده، زن بیننده الله متعال برکت انداخته در علمش، در کتابش. خیلی هستن که طرف میره دکترا میگیره، شاید دکترای تو علوم شرعی بگیره اما اثری نداره تو جامعه. خیلی ها رو هم داریم که میرن دانشگاه های آنچنانی درس میخونن، مدرک میگیرن تو دانشگاه های مشهور اسلامی، اما طرف میاد میره به تجارت خودش مشغوله، مغازه باز کرده یا رفته یک فعالیت دیگه و این توفیق رو پیدا نکرده که بیاد در راه دعوت، در راه نشر دین الهی، در راه دعوت الالله و اعلای کلمت الله تلاش بکن. اجر و فضیله این که راه انبیاست، میراث انبیاست، میراث انبیا علمه. توفیق ایزان بیننده. پس والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگه انسان تلاش و کوشش به خرج داد، سختی های راه عبودیت رو تحمل کرد، سختی های راه طاعت و بندگی رو تحمل کرد، بعد هدایت میاد، بعد دیگه الله متعال
در واقع انسان از نظر ایمانی رشد میکنه، به مراحلی میرسه که خوشی و لذت آنچنانی را احساس میکنه در عبادت که دیگه اصلا نمیخواد ترکش بکنه. و به قول از سلف ما داریم که بهشت دنیا، اینو از به بهشت دنیا تعبیر کردند. که بعضی از سلف میگن ما اگه نماز شب نبود و عبادت نبودن و روزه در روز در روزه گرم نبود و اینها، نمیخواستیم تو دنیا بمونیم اصلا. لذت‌های واقعی برای ما تو دنیا این چیزها هست. و در سوره نازعات دوباره الله متعال میفرماده از زن بیننده: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. کسی که از روز قیامت، از حاضر شدن در پیشگاه الله در روز قیامت میترسه از الان، همین باعث میشه که نماز صبح بلند بشه، صدای مؤذن رو شنید یا قبل از اون بلند میشه. در روز قیامت چی جواب الله رو بدن؟ اللهی که این همه نعمت بهم داده، همه این نعمتایی که دارم از اللهه، از انواع غذاها و خوردنیها و نوشیدنیها گرفته، نعمت چشم، نعمت گوش، این بدن انسان، این پیچیدگی بدن انسان اصلا، این که همه چیز سر جای خودش داره کار میکنه، این که همه چیز داره وظیفه خودش رو انجام میده، این اکسیژنی که ما داریم تنفس میکنیم، این تصور رو کنه انسان اگه از انسان قطع بشه ما چطور میتونیم زندگی بکنیم؟ همه اینها را کی داره انسان میبینه با ما؟ کی داده؟ الله متعال. و ما بکن به نعمت فمن الله، هر آنچه از نعمت ها که شما دارید از سوی الله متعال. حتی این خیری که انسان به اون دست پیدا میکنه، الله، این که تو توفیق پیدا میکنی پنج وقت به نماز جماعت شرکت بکنی از طرف الله، این که توفیق پیدا میکنی به نماز صبح بلند بشی، تو جماعت بخونید، توی مسجد، الله توفیق رو بهت داده. اینی که توفیق پیدا میکنی شب بلند بشی نماز شب بخونی، الله تو رو انتخاب کرده، الله در واقع خواسته که تو بیایی و نصف شب با الله خلوت بکنی. همه اینها توفیق الهی ایزان بیننده. و زمانی که انسان مجاهده میکنه و پای روی نفس خودش میذاره و با در واقع انواع فتنه های دنیا و شهوات انسان رو به طرف خودش میکشه، با اونها میجنگه برای اینکه الله رو بندگی بکنه، الله لذت شیرین ایمان رو بهش میچشونه. همانطور که در حدیث نبوی داریم، اگه انسان در واقع چشم خودش رو از نامحرمی فرو بست، وقتی اونو دید چشم خودش رو پایین انداخت، ادامه نداد، نگاه نکرد، الله متعال همونجا شیرینی ایمان رو تو دلش میچشونه بهش. و الان در زمان ما فتنه ها خیلی زیادن، همین ها دل انسان رو سیاه میکنه، انسان بینده، همین ها توفیق عبادت از انسان میگیره، همین ها توفیق کار خیر از انسان میگیره، همین ها توفیق خشوع و خضوع در عبادت از انسان میگیره، همین که انسان سهل انگار باشه و همین چیزهایی که ما به عنوان چیزهای پیش و پا افتاده بهشون نگاه بکنیم. که حالا کسی اگه نگاه یک زنی کرد تو یک تلویزیون مثلا که موش بیرونه، چیش؟ حالا چیه؟ این چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ مردم بعضی این بدتر دارن انجام میدن. نه عزیزان، ما هیچ گناه و معصیتی رو کم دست کم نشماریم. هر گناهی تو قلب انسان تاثیر میذاره، نکته سیاهی میذاره تو قلب انسان، همین گناه ها زنجیر میکنن دست و پای ما رو و باعث میشن که ما به سوی خیر نریم. یا یکی اومد پیش یک سلف گلایه کرد، یا امام شافعی رحمه الله ازان بیننده گرفت پیش استادش وکی، گفت که من خیلی از چیزهایی که حفظ کردم از یادم رفته، خیلی از محفوظات داشتم از ذهنم پریده،
نمیدونم علتش چیه. پیش استادش میره. چی میگه به شیطان بیننده؟ وکی ابن الجراح. شکوت الی وکی ان سوء حفظی. رفتم پیش وکی و گلایه کردم که حفظم ضعیف شده. خیلی از چیزایی که حفظ کردم از ذهنم پریده، از آیات قرآن، از احادیث. شکوت الی وکی ان سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. میگه من چی گفت وکی بهش؟ به امام شافعی رحمه الله، گناهانو ترک بکن، گناهانو ترک بکن، که این توفیق از انسان سلب میکنه. توفیقات معنوی رو از انسان میگیره، سلب میکنه از انسان. و علمنی به علم به ان العلم نور، یا به ان العلم نور، و به من گفت که علم نوره و نور الله لا یطاه لعاصی. و الله نور خودش رو به انسان گناهکار نمیده. انسانی که گناهان سهلنگاره در انجام گناهان، مراقب زبان خودش نیست، تو مجلس نشسته و راحت غیبت میکنه. دیگه غیبت نقل و نبات مجالس شده، اصلا شیرینی مجالس. آه فلانی چه کاکا، میدونی فلانی چی شد، آه پسر فلانی چی شد، آه فلانی فلانه، آه فلانی. زبان. خب این هم مجاهده میخواد از زن بیننده. والذین جاهدوا فینا، زمانی که شما به خودت در واقع انسان فشار آورد، صبر کرد، تحمل کرد، زبانش رو کنترل کرد، تو مجلس نشستی زبانت کنترل بکن، در مورد برادر مسلمانه در چیزی که خوشش نمیاد صحبت نکنی، حرف باطل به زبان نیاری، چیزی که باعث گمراهی مردم میشه به زبانت نیاری. زمانی که مصیبتی بهت میاد، بلایی میاد، اون چیزی رو نگی علیاذ بالله که الله از انسان ناراضی بشه، داد و هوار بکنه، واویلا بکنه، نمیدونم چرا من، چرا بر سر من. نه، انسان بیننده، مراقب زبانش انسان باید باشه. چه بسا با یک جمله‌ای که میگه انسان، با یک چیزی که از دهنش بیرون میاد. در حدیث نبوی ما داریم علیاذ بالله انسان رو در آتش جهنم فرو ببره. یا انسان چیزهای دینی رو به چشم استهزا نگاه نکنه. انسان بیننده، اینا سبک نیست. اینکه طرف بیاد از ریش کسی مسخره بکنه یا از حجاب زن مسلمان انسان استه باید بگه من شوخی کردم، یا علیاذ بالله از نماز، از عبادت ها، از قربانی، از هر چیزی که مربوط به دین هست، اینها شعائر اللهه، اینها خیلی سنگینه، اینها خیلی با ارزشه، نباید انسان سبک بشماره اونها رو. پس انسانی که مراقب زبان خودش بود، مراقب چشم خودش بود، بیویژه در زمان ما، اینها همه از والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، همه اینها تأثیر داره در اینکه انسان توفیق به عبادت پیدا بکنه، در اینکه عبادتاش با روح باشند، در اینکه لذت و شیرینی زمانی که تو نماز میسته رو الله بهش بده، لذت عبادت رو بهش بده، لذت قرب خودش رو بهش بده، لذت انس با الله و همنشینی با الله و خلوت با الله و الله بهش نصیب بکنه. همه اینا مجاهده میخواد. و به قول شاعر عرب ازان بیننده میگه که اذا کانت نفوس و کبارا تعبت فی مرادها الاجسام. زمانی که دل بزرگ باشه بدن خسته میشه. چون دل که بزرگ بود انسان همتش میره بالا، اهدافش خیلی بزرگن، دید و نگاهش خیلی بزرگ میشه، نظرش خیلی بلند میشه، دیگه اولویت ها و معیارها هم تو زندگیش فرق میکنه، کوچک فکر نمیکنه، کوچک نمیبینه. کل هماغمش تو زندگی این نیست که آقا شهواتش برآورده بشن،
به دنبال سرگرمی و لهو و لعب و شهوات باشه. آه چی بخورم و چی بنوشم و فلان رستوران غذاش فلانه، فلان غذا اینه. یا بشینه تو مجلس و در مورد این صحبت بکنه، در مورد اون صحبت بکنه. اهدافش بلند میشن، دیدش بلند میشه و هدفاش خیلی بزرگ میشن. چطور؟ چه کار کنم الله از من راضی بشه؟ چه کار بکنم اثر بیشتری داشته باشم؟ چی بکنم کار خیلی بیشتری میتونم انجام بدم؟ چطور نمازامو به بهترین وجه بخونم؟ چطور عبادتامو به بهترین وجه انجام بدم؟ چطور بتونم خدمتی به انسانهای دیگه، به مسلمانها بکنم؟ بتونم در واقع باری رو از دوش این امت بردارم، بتونم خیری رو پای ریزی بکنم، خدمتی بکنم، خیری برسونم. اهدافش بلند میشه. از الله متعال میخوام که به همه ما توفیق خیر عنایت بکنه و تا برنامه بعد همه تونو به الله متعال میسپارم. الله ذوالجلال و الاکرام یار و نگهدار همه تون باشه.